رمان خم نوشته علیرضا سیف‌الدینی ماه گذشته تندیس مهرگان ادب یکی از مهمترین جوایز ادبی ایران را به عنوان بهترین رمان سال 97 به دست آورد. در توضیح هیئت داوران مهرگان درباره این انتخاب به زاویه دید متفاوت راوی در اون مایه تقصیر و اعتراف معناهای متعدد خمیدگی و همینطور نثر کتاب اشاره شده. نثری که هماهنگ شده با حوادث بیرونی و احساسات درونی راوی. خم سومین رمان علیرضا سیف‌الدینیه که نشر نیماژ منتشر کرده. این کتاب درباره فردیه که به همراه دو دوستش در کار خرید و فروش کتاب‌های دست دومن. اونها به کتاب‌های خطی نفیسی برمی‌خورند، اما کتاب‌ها ازشون دزدیده میشه. راوی که متوجه میشه دزدان چه کسانی هستند، با اونها هم دست میشه و از این راه پولی به دست میاره که باهاش زندگیش رو ارتقا میده و در نتیجه زندگی زناشوییش نجات پیدا میکنه. اما همسر و دختر راوی در طی حوادثی میمیرن. در نهایت راوی تصمیم میگیره که با نوشتن این کتاب به گناهانش اعتراف کنه. علیرضا سیف‌الدینی از تهران با ماست که درباره خم با هم صحبت کنیم. آقای سیف‌الدینی، ایده اولیه کتاب چطور در ذهنتون شکل گرفت؟ ایده اولیه برمیگرده به دوره‌ای که من در ترکیه بودم، یه مدت کوتاه اونجا زندگی می‌کردم در استانبول. یه روز این در واقع به صورت یه تصویر ذهنی به ذهنم رسید، شروع کردم به نوشتن. در جریان این در واقع تحقیق و به هر حال کتاب‌هایی که لازم بود برای خوندنش، کتاب‌هایی دیدم که یکیش هم مال ژیل دلوز بود که در مورد انحنا نوشته بود، کتاب بسیار پیچیده‌ایه که من در واقع اون تصویر ذهنی که به ذهنم رسید شخصیتی بود که دوست داشت خونه‌ای داشته باشه که دو طبقه باشه، طبقه دوم داشته باشه. اون تو کتاب ژیل دلوز هم به طبقه دوم اشاره می شد، اما اون چیزی که اون می گفت که رو ارواح آدم ها وقتی به خاطر اینکه سبک هستن میرن طبقه دوم. من رمان هنوز کامل ننوشته بودم، ولی اون طبقه دوم تو ذهن من بود و به صورت در واقع تو در طول رمان به صورت خط هم مشخص شده که اونجا یه فضای دیگه است و پایین در واقع جریانات روزمره است، روزانه است. هویت راوی داستان هیچ وقت تو کتاب برملا نمیشه. راوی وقتی از خودش و دوستاش حرف میزنه میگه سه نفر بودن، جواد، شامیل و اسماعیل، و طوری روایت میکنه که خواننده نفهمه کدوم یکی از این سه اسم خود راویه. حتی تو پایان رمانم که میفهمیم راوی این کتاب رو به عنوان اعتراف نامه نوشته، بازم هویتش پنهان میمونه. چرا؟ ببینید، این برمیگرده به همون در واقع خم شدن، یعنی خمیدگی که عارض بر زندگی این راوی شده. یعنی اینکه کتاب هایی که جزو سرمایه ملی کشوره، یه همچین رفتاری با اون سرمایه ملی میتونه اشتباه بزرگی باشه و اینو درک میکنه. در این حال فکر میکنه که چجوری برگرده، چجوری این راهو برگرده و اون نشونه هایی که در واقع نشونه های خطاست اونا رو پاک کنه، که پیشنهاد دوستش اعترافه که این کتاب همینجوری نوشته میشه، یعنی اعتراف نامه است. اما یه مسئله اصلی که وجود داره اینه که خودشو بله معرفی نمیکنه. چرا معرفی نمیکنه؟ به نظرم میاد که ما باید به اون سطح، به اون مرحله برسیم تا قدرت اعترافمون رو داشته باشیم و کاملش کنیم، ولی این به اون قدرت، به اون سطح نرسیده. همه چی رو میگه ولی خودشو معرفی نمیکنه. تو ادبیات ما همین هست. کتاب‌هایی مثلا سنگی برگوری رو خیلی خیلی کم میبینید. میدونید این عنصر اعتراف در این منطقه به ندرت اتفاق میفته که به نظر من لازمه اصلا.
تصویری که از شادی همسر راوی ساختید شاید به نظر بعضیا تصویری کلیشه‌ای بیاد از زنی که زیادی خواهه، بی منطقه، دنبال چشم و همچشمیه و نگاهی سطحی به زندگی داره. درباره شخصیت شادی بگید. ببینید، شخصیت شادی یا هر شخصیت دیگه ای رو ما از چشم راوی میبینیم دیگه، چون راوی یه علاقه ای به زنش داره، اینو خودش میگه، و از طرفی راوی نمیخواد در مقابل زنش کم بیاره از نظر قدرت. وقتی از اون جنبه ای که به زنش علاقه داره و به زنش داره نگاه میکنه، روایتش میکنه نگاه کنیم، یعنی در واقع از چشم راوی با توجه به اون جنبه نگاه کنیم به زنش، بله این صحبت شما میتونه درست باشه، مثلا اون زن کلیشه‌ایه نمیدونم فلان. اما از جنبه دیگه اگه بهش نگاه کنیم، اتفاقا وقتی که مرد احساس ضعف نمیخواد بکنه، اون زن رو نشون میده، اون زن مستقل به نظر میاد، اون زن اتفاقا مطالباتش خیلی هم معقول و منطقیه، بهش حق هم میدیم. میدونید، یعنی یه چیز دوگانه اینجا، یه فاصله گذاری وجود داره که ما از این دو بود باید نگاش کنیم. اگر ممکنه چند خط به انتخاب خودتون از کتاب خم برامون بخونید. یه بخش خیلی کوتاه رو براتون میخونم. خطر برای من احضار شده بود، آرزویم آن را احضار کرده بود، چون روی آرزویم پافشاری میکردم، اما همانطور که دلم نمیخواست با آرزویم آرزوی کسی را نابود کنم، دلم نمیخواست کسی با آرزویش آرزویم را نابود کند. اما خود این هم که نمیخواستم آرزویم را کسی نابود کند، آرزو بود، آرزویی که باید برای تحقق آن قدرت داشتم، قدرتی برابر یا حتی فراتر از قدرتی که آرزویم را خواسته یا ناخواسته تهدید به نابودی میکرد. کار همیشه وقتی خراب میشد که آرزوها خواسته یا ناخواسته به مرزهای هم تجاوز میکردند، زیاد خواه می شدن. اما واقعا زیاد خواه می شدن.